با اینکه تیتر این ویدیو خیلی خیلی عجیبه، ولی باید بگم کاملا درسته. همه ما داریم با سرعت نور حرکت میکنیم. همه چیز. اگه تا آخر این برنامه با من باشید، دیدگاهتون نسبت به فضا، زمان و سرعت نور طوری تغییر میکنه که دیگه هیچ وقت مثل قبل نمیشه. اون گیرایی که در مورد نظریه نسبیت توی ذهنمونه با دیدن این ویدیو برطرف میشن. اسپانسر این برنامه هم مثل همیشه شرکت فیوتک، سازنده انواع سنسورهاست. هواپیمایی رو در نظر بگیرید که داره داخل یه محیط سه‌بعدی حرکت میکنه. سرعتش هم همیشه ثابته، مثلا 1 متر بر ثانیه. اول مستقیم میره بالا، بعدش به شکل مایل جلو میره و در نهایت کاملا افقی حرکت میکنه. حالا فرض کنید یه منبع نور این بالا قرار میدیم که باعث میشه سایه هواپیما بیفته روی این صفحه. بیاید ببینیم این سایه چه رفتاری از خودش نشون میده. اولش که حرکت هواپیما فقط رو به بالاست، سایه‌اش روی صفحه کاملا ثابته. وقتی مایل حرکت میکنه، سایه هم یه مقداری سرعت میگیره و زمانی که حرکت هواپیما افقیه، سایه‌اش میرسه به حد اکثر سرعت. این دقیقا همون 1 متر بر ثانیه خود هواپیما. فرض کنید یه سری موجودات دوبعدی هم روی این صفحه زندگی میکنن. موجوداتی شبیه سایه ها. اینا توی دنیای دوبعدی خودشون هیچ درکی از ابعاد بالاتر ندارن. هیچ چیزی از هواپیما نمیدونن. فقط سایه‌شو میبینن که افتاده داخل دنیاشون. با آزمایش و اندازه‌گیری متوجه میشن سرعت این سایه میتونه از 0 باشه تا نهایتاً 1 متر بر ثانیه. هر سایه دیگه‌ای هم که اندازه‌گیری میکنن، یعنی در واقع هر جسم دیگه‌ای توی دنیاشون، میبینن ته تهش میتونه به 1 متر بر ثانیه برسه. یعنی این سقف سرعت توی دنیای دوبعدی این موجوداته. ولی خب هیچ ایده‌ای ندارن که اصلا چرا دنیاشون یه همچین ویژگی داره. چرا باید یه مقدار ماکسیموم برای سرعت وجود داشته باشه که هیچ چیزی نتونه ازش عبور کنه؟ حالا بیایید همین مثالو ببریم توی دنیای واقعی خودمون. خب میدونیم که دنیای ما 3 تا بعد فضایی داره، طول و عرض و ارتفاع، که هر سهشون به همدیگه عمودن، به اضافه یه دونه بعد زمان که این خودش به هر 3 تا بعد فضا عموده. البته خب نشون دادنش یا حتی تصورش اصلا کار راحتی نیست، چون روی هم میشن 4 تا بعد و مغز ما فقط چیزای 3 بعدی رو میتونه بفهمه. از همون اول توی یه فضای 3 بعدی ایجاد شده و رشد کرده. اما یه کاری میشه کرد. میتونیم از اون 3 تا بعد فضا یه دونه کم کنیم تا تبدیل بشه به یه صفحه 2 بعدی. حالا کافیه بعد زمان به همین صفحه عمود باشه. این یه مدل ساده شده است. یه فضا زمان 3 بعدی که به جای فضا زمان 4 بعدی خودمون در نظر میگیریم. توی این مدل ما آدم‌ها در واقع همون موجودات 2 بعدی هستیم که روی اون صفحه زندگی می‌کردن. هواپیما هم یه چیز 3 بعدیه فراتر از تصورات ما که سایه‌اش افتاده داخل فضای 2 بعدیمون و ما فقط همین سایه رو درک می‌کنیم. حالا قسمت جالبش اینجاست. یکی از نتایجی که از ریاضیات نظریه نسبیت خاص اینشتین به دست میاد اینه که هر چیزی داخل فضا زمان با سرعت ثابت نور حرکت میکنه. من، شما، ستاره ها، سیارات، همه چیز. خیلی باید به این دقت کنید که اینا داخل فضا زمان سرعت نور دارن، نه فقط فضا. پس این هواپیما هم توی این فضا زمان ساده شده 3 بعدی داره دائما با سرعت ثابت نور حرکت میکنه، ولی سایش توی ابعاد فضایی میتونه هیچ حرکتی نداشته باشه یا اینکه با هر سرعتی جلو بره. 100 کیلومتر بر ثانیه، 200 کیلومتر بر ثانیه، 500، 1000. فقط مسئله اینه که هیچ وقت نمیتونه از سرعت نور رد بشه. حد اکثر سرعت اجسام 2 بعدی توی این فضای 2 بعدی سرعت نوره و دلیلش هم اینه که یه بعد بالاتر، یعنی توی فضا زمان 3 بعدی، این اجسام همگی دارن با سرعت ثابت نور حرکت میکنن. تکرار میکنم که این دقیقا دنیای واقعی ماست. فقط یکی از ابعاد فضایی رو کم کردیم تا تصور فضا زمان 4 بعدی برای ذهنمون راحت تر باشه.
نتایجی که از این موضوع به دست میاد واقعا شگفت انگیزه. اول از همه اینکه وقتی یه جسمی توی فضا ثابت ایستاده باشه به این معنیه که داخل فضا زمان داره با حد اکثر سرعت در جهت محور زمان حرکت میکنه، یعنی تمام اون سرعت ماکسیمومش داخل بعد زمانه، توی زمان داره با سرعت نور جلو میره. ولی وقتی شروع میکنه به حرکت توی فضا، یه بخشی از این سرعت ماکسیموم میفته داخل ابعاد فضایی، پس حرکتش توی زمان آهسته تر میشه. حالا هرچقدر توی فضا سریعتر حرکت کنه، داخل زمان آرومتر جلو میره، تا جایی که در نهایت تمام سرعت ماکسیمومش میفته توی ابعاد فضایی، یعنی با سرعت نور داخل فضا حرکت میکنه. اینجا دیگه زمان براش کاملا متوقف میشه، دیگه هیچ حرکتی توی بعد زمان نداره. جالبه نه؟ این شما رو یاد چی میندازه؟ درسته، پدیده اتساع زمان یا کند شدن زمان توی سرعتهای بالا که یکی از موضوعات اصلی نسبیته. پارادوکس دوقلوها رو هم دقیقاً با همین روش میشه توضیح داد. دو تا برادر دوقلو داریم که یکیشون روی زمین میمونه ولی اون یکی سواری فضاپیما میشه و با سرعت خیلی زیادی تا یه مسافتی میره و برمیگرده. وقتی همدیگر رو ملاقات میکنن، اونی که روی زمین مونده پیرتر شده نسبت به برادر دوقلوش. دلیلش اینه که تا زمانی که روی زمینن، سرعت ماکسیموم هر دوشون فقط توی بعد زمانه. حالا یکیشون سوار فضاپیما میشه و یه بخش بزرگی از سرعت ماکسیمومش میفته توی ابعاد فضایی، در حالی که اون یکی همچنان داره با سرعت نور توی زمان جلو میره. بنابراین وقتی تا یه فاصله دوری سفر میکنه و برمیگرده، داخل زمان از برادرش عقب افتاده، نسبت به اون جوانتر مونده. حالا وقتشه بریم سراغ انقباض طول یا کاهش طول جسم وقتی با سرعتهای خیلی بالا حرکت میکنه. میخوام دلیل این پدیده هم با همین روش توضیح بدم. اما قبلش باید به یه نکته مهم اشاره کنم. تا الان تغییر مسیر هواپیما توی فضا زمان رو به این شکل نشون دادم که همیشه موازی با صفحه فضا. ولی در واقع حالت درستش اینه که هواپیما در جهت مسیرش کج میشه. یعنی حرکتش توی فضا زمان، دقت کنید فضا زمان نه فضا، به این صورته، نه جوری که قبلا نشون دادم. خب حالا دلیل این اتفاق چیه؟ برای فهمیدنش باید بریم به قلب نظریه نسبیت. فرض کنید هواپیما ثابت و بی حرکت توی فضا ایستاده، یعنی ماکسیموم سرعتش الان توی زمانه، داخل زمان داره با سرعت نور جلو میره. یه دونه لامپ وسطش نصب شده به اضافه دو تا سنسور نور، یکی عقب یکی جلو. وقتی لامپ روشن میشه نورش کاملا همزمان میرسه به سنسورهای عقب و جلو، چون هم فاصله هاشون یکسانه هم سرعت نور همیشه ثابته. پس جلو و عقب هواپیما از نظر زمانی روی یه خط قرار میگیرن، همزمانن. ولی وقتی هواپیما شروع میکنه به حرکت توی ابعاد فضایی قضیه فرق میکنه. الان دیگه توی این مدتی که نور لامپ میخواد برسه به سنسور جلو، هواپیما یه مقداری حرکت کرده و جلوتر رفته. پس این نور باید مسافت بیشتری رو طی کنه نسبت به حالتی که هواپیما ثابته. برای سنسور عقب برعکسه، یعنی توی مدت حرکت نور سنسور عقب نزدیکتر میاد و بنابراین نور لامپ مسافت کمتری رو مجبوره طی کنه. در نتیجه نور اول میرسه به سنسور عقب بعد به سنسور جلو. این یعنی عقب هواپیما از نظر زمانی جلوتره، روی محور زمان بالاتر قرار میگیره. جلوی هواپیما هم چون نور دیرتر بهش میرسه از نظر زمانی عقبتره. برای همین هواپیمایی که داخل فضا حرکت داره باید به این شکل توی فضا زمان کج بشه تا زمان عقب و جلوش درست در بیاد. هرچقدر سرعتش بیشتر باشه این اختلاف زمانی افزایش پیدا میکنه و بنابراین هواپیما داخل فضا زمان کجتر میشه. خب حالا اصلا این چه اهمیتی داره؟ نکتهش اینجاست که هرچی هواپیما توی فضا زمان کجتر میشه، سایش توی فضا کوتاه‌تر میشه. یعنی موجودات دو بعدی روی این صفحه میبینن هرچقدر سرعت سایه بالاتر میره، طولش کاهش پیدا میکنه.
این همون پدیده انقباض طوله که وقتی یه جسمی با سرعت خیلی زیادی حرکت میکنه در همون جهت حرکتش دچار کاهش طول میشه. یه کاهش طول واقعی، نه یه جور خطای دید. اما بیایید همین بحث رو یه مقدار عمیق‌تر کنیم تا برسیم به یکی دیگه از مفاهیم مهم نسبیت. اختلاف زمانی بین عقب و جلوی هواپیما وقتی که داره توی فضا حرکت میکنه فقط برای یه ناظر بیرونی قابل درکه. کسی که از بیرون داره به این صحنه نگاه میکنه و خودش ثابت ایستاده. فقط از دید این ناظره که وقتی هواپیما حرکت میکنه نور لامپ اول به سنسور عقب میرسه بعد جلو. یعنی این حالت داخل یه چارچوب مرجع ثابت اتفاق میفته. برای کسی که خودش توی هواپیماست قضیه خیلی متفاوته. از دید این شخص سنسورهای عقب و جلو دقیقا همزمان با هم نور لامپ رو دریافت میکنن. خیلی عجیبه نه؟ چطور میشه همچین وضعیت متناقضی رو توضیح داد؟ نکتش اینه که این دوتا حالت دارن داخل دوتا چارچوب مرجع متفاوت اتفاق میفتن. توی حالت اول چارچوب مرجع ثابته و هواپیما داره داخلش حرکت میکنه. اما برای کسی که توی هواپیماست چارچوب مرجع همراه با هواپیما در حال حرکته. میشه بهش گفت یه چارچوب محلی. خب همونطور که گفتم توی این چارچوب دیگه خبری از اختلاف زمانی بین عقب و جلوی هواپیما نیست. روی یه خط زمانی قرار گرفتن. در حالی که توی چارچوب بیرونی این اختلاف وجود داره و هواپیما مجبور کج بشه. بنابراین چارچوب مرجع محلی نسبت به چارچوب بیرونی کجه. نظریه نسبیت اینجوری این تناقض رو توصیف میکنه. به این پدیده میگن نسبی بودن همزمانی. یعنی همزمانی یه پدیده مطلق نیست. بستگی داره به اینکه توی کدوم چارچوب مرجع اندازه گیریش کنیم. پس ما امروز از این واقعیت نظریه نسبیت استفاده کردیم که همه چیز این دنیا از جمله من و شما داریم داخل فضا زمان چهار بعدی با سرعت ثابت نور حرکت میکنیم. این موضوع رو توی یه مدل ساده شده سه بعدی از فضا زمان بررسی کردیم و تونستیم سه تا از مهمترین پدیده های نسبیتی رو به راحتی بفهمیم. اتساع زمان، انقباض طول و نسبی بودن همزمانی. فقط لازمه که فرق بذارید بین حرکت معمولی هواپیما توی فضا و حرکتش توی فضا زمان. این خیلی مهمه برای درک حرفایی که توی این برنامه گفته شد. این روش در واقع سال 1984 توسط یه فیزیکدان آمریکایی معرفی شد به نام لوئیس کارول اپستین داخل کتاب معروفش Relativity Visualized درباره تجسم نسبیت. این فیزیکدان به خاطر همین معروفه که میتونه پدیده‌های پیچیده فیزیک رو به زبان ساده توضیح بده تا هر کسی بتونه بفهمه. کتابای دیگه‌ای هم داره، مثلا پرفروش‌ترینش به نام Thinking Physics موضوعات مختلفی رو به شکل ساده و شهودی آموزش داده برای افرادی که مثل شما علاقه‌مند به فیزیکن. امیدوارم از دیدن این برنامه لذت برده باشید. این ویدیو با حمایت شرکت فیوتک ساخته شد، سازنده انواع سنسورهای پیشرفته در جنوب کالیفرنیا. امتیاز سنسورهای فیوتک از نظر دوام، دقت و کیفیت به اندازه‌ای بوده که توی تعدادی از پروژه‌های بزرگ و مهم ناسا هم ازشون استفاده شده. دستگاه‌های شما به هر نوع سنسوری که نیاز داشته باشن، شرکت فیوتک طراحیش می‌کنه و چالش‌های سر راهش هم به بهترین شکل حل می‌کنه. برای خرید یا سفارش سنسور و ارتباط با فیوتک میتونید به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو توی دیسکریپشن هست.